سلام سلام، امروز میخوایم با همدیگه یاد بگیریم که چجوری بدون دستگاه، یعنی بدون کارگاه منجق بافی، یه همچین دستبند درست بکنیم. یعنی میخوایم یاد بگیریم که بدون دستگاه این نقشه های بیدینگ لوم یا این نقشه های شطرنجی که خودمون میکشیم و به شکل دستبندی درست کنیم که انگار روی دستگاه چله کشی شده. پس اگر میخواین اینو یاد بگیرین در ادامه ویدیو با من همراه باشین. خب برای وسایل مورد نیازمون ما منجق لازم داریم به اندازه طرحمون، یعنی که من الان دو تا رنگ استفاده میخوام بکنم برای این طرحی که درست کردم. قیچی میخوایم، سوزن، حالا یا شماره 10 یا شماره 12، هر سوزنی که برای منجق بافی و دم دستتونه. بلندتر باشه کارتون راحت تر. اگه مثلا این عرض نقشتون خیلی بلند بود، سوزنتون بلندتر باشه راحت تره. وسیله بعدی که نیاز داریم نخه، که میتونین از این نخه پلی‌استری که واسه کارگاهتون استفاده کردین استفاده کنین، از همین نخی که استفاده کردیم تو ویدیو قبلی بهتون نشون دادم، یا میتونین از این نخ نایلونی که واسه منجق بافی واسه منجق دوزی استفاده کنین. و من اینجا دارم از نخ سونوی ژاپنی استفاده میکنم که چون رنگش تیره است، زمینم هم سفیده، بهتر معلوم بشه توی ویدیو. منجقاتون رو سعی کنین منجق میوکی باشه، ولی من چون منجقای میوکی الان خوش رنگ نبود برای طرحم و تو دوربین قشنگ معلوم نمیشد، دارم از منجق میوکی استفاده میکنم. پس اگر منجق دلیکا استفاده بکنین، میوکی دلیکا استفاده بکنین خیلی بهتره. میایم از اول نقشمون میشموریم که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، این 10 تا منجق رو میندازیم به نخ. طرحمون اینجا تک رنگه. ببینید این 10 تا خونه ای که اینجاست تک رنگه. 10 تا منجق میندازم به نخ. 8 9 10. خب اینا رو باید ببریم انتهای نخمون. حالا میایم ردیف دوم هم همزمان نخ میکنیم. الان اینجا 1 2 3 4 5 6 7 تا رنگ صورتیه. 7 تا رنگ صورتیه. یه رنگ آبیه. دوباره 2 تا رنگ صورتیه. به این صورت. میایم ببینید این بعد اینجوری رو هم دیگه قرار بگیره. میاییم از انتهای نخمون، از انتهای منجقامون، از این سمت سوزنمون رو میبریم داخل. از همه منجقامون رد میکنیم. به این صورت. اینا افتادن روی هم دیگه. ولی خب از هم فاصله دارن. الان باید چیکار کنیم؟ میایم سوزنمون رو از یکی یکی منجقا رد میکنیم. اولی رو باید از هر دوتاش رد بکنیم. رد میکنم. به این صورت. بعد از پایین فقط از یکی از منجقا رد میکنم. من این چراغم رو روشن نکردم. آها. الان فقط از یکی رد میکنم. به این صورت. ببین این دوتا افتادن کنار هم دیگه. دوباره از ردیف بالا، از اولی و دومی همزمان رد میکنم، چون اینا باید یکی یکی منجقا به هم وصل بشه. ببینیم
دیدین؟ دوباره از یه دونه منجوق پایینش دوباره از بالایی که میخوام رد کنم از دو تا همزمان رد میکنم به این صورت. دوباره از یه دونه منجوق پایینش به این صورت دوباره از بالایی که میخوام رد کنم از دو تا منجوق همزمان رد میکنم دوباره یه دونه از پایین ببینید باید تو همون زاویه منجوق بالاییش باشه اون یه دونه پایین رو میخواییم بزنیم بسر دوباره از دو تا بالایی همزمان به همین ترتیب تا آخر رج میریم تا این دو ردیف منجوق به هم وصل بشه به این صورت قشنگ بکشین که این منجوقا بیفته بینه این نخاتون بیفته بین منجوقاتون پس چی شد؟ از بالا دوتا رد میکنین از پایین یه دونه از بالا دوتا از پایین یه دونه از بالا دوتا از پایین یه دونه از بالا دوتا از پایین یه دونه و از این منجوق میام بیرون به این صورت دو تا ردیف دستبند من به هم وصل شد حالا ردیف بعدی دوباره همین کار رو تکرار میکنیم یه دونه قرمزه دو تا آبیه یه دونه قرمزه سه تا آبیه یک دو سه سه تا آبیه و سه تا قرمزه بیزه دوباره همون کار رو تکرار میکنم یعنی میام نخم از این سمت اومده بیرون میام از سمت مخالف سوزنم از داخل همه منجقام رد میکنم برای این کار سوزنتون اگر نازک باشه خیلی بهتره چون که قرار خیلی از بین منجقامون سوزن رد کنیم نازک باشه راحت تره دیگه اینجا یه گره خود من اینو بازش کنم خب گره رو باز کردم میایم از اینجا رد میکنیم حالا دوباره اینجا همون کار رو تکرار میکنیم از بالا دوتا رد میشیم از پایین یه دونه دوباره از بالا دوتا از پایین یه دونه
بعد این مسیر سوزنم هم دقت میکنین دیگه، از بالا میخواییم رد چیم، هر دفعه ما باید از پشت منجاق رد چیم. ببینی الان اینجا مسیر سوزنمون باید همیشه پشت منجاقا باشه، یعنی نخ باید از پشت منجاقا بیادش. الان نخم اینوری افتاده، من از این سمت میرم، نکن اینوری نرینا. دوباره از بالا دو تا، از پایین یه دونه، از بالا دو تا، از پایین یه دونه. همینطوری دیگه نقشمون رو ادامه میدیم دیگه، بقیهش همش تکراره. به قشنگی دستگاه صاف و صوف نمیشه، ولی بازم بهتر از هیچیه. یعنی اگر دستگاه نداشتین و چاره ای نداشتین، این روش هم روش خوبیه. دوباره الان ردیف بعدی رو میبینین، من الان نخم هر طرفی که هست نقشم رو از همون سمت میخونم. مثلا اگر نخم این ور بود، نقشم رو از این ور میخوندم. نخم این وره، نقشم الان از این ور میخونم. الان ردیف بعدی 1 2 3 4 5 تا منجق صورتیه، یا همون قرمز تو دوربین نمیدونم چه رنگی معلوم میشه، صورتیه فکر کنم، و 5 تا صورتی، یه دونه آبی. یک 2 3 4 5 بازی آبی، دوباره 4 تا صورتی، 1 2 3 4. الان دوباره نخم این سمت، از این سمت سوزن رو میکنم داخل منجاق. البته اگه من منجاق میوکی دلیکا استفاده میکردم اینجا صافترم میشد، چون که الان دارم میوکی عادی استفاده میکنم، میوکی گرد دارم استفاده میکنم، یه خورده صاف نیستش. ولی دیگه الان همه روش همونه، بالا دو تا پایین یک، بالا دو تا پایین یک. خب حالا که میخوام یه چند رج بدوزم، گفتم بیام براتون از تجربه خودم بگم، چون بحث جنگ و اینطور چیزا داغه، گفتم بیام براتون یه تجربه همو تعریف کنم که شاید به درد بعضیاتون بخوره. من زمانی که ازدواج کردم توی سال 2009 بلشتم بدم سوئد، تا آخرهای 2013 نزدیکای مثلا اولهای 2014 برگشتیم ایران با شوهرم و دوتا پسرم. اون موقع دخترم رو نداشتم، با دو تا پسرم اومدیم ایران زندگی کردیم تا آخرهای 2018. متاسفانه وقتی که آدم میخواد بیاد ایران اصلا فرق نمیکنه، هر جا که میخوای بری انگار مردم فقط ساخته شدن که با تو مخالفت کنن، انگار اصلا زندگی اوناست.
من نمیدونم مثلا زندگی من نوعی به اونا چه رب داره. بین ایرانی هم اینجور چیزا خیلی بیشتر هستش. میمدن میگفتن که نرین ایران، ایران جنگه، مردم از گشنگی دارن میمیرن، افتادن به جون هم همدیگر رو دارن میخورن، نمیدونم فلانه. که آره میان بلند میشن میان تظاهرات، میان میزنن میکشن فلان میکنن. آره یه سری چیزا هستش، مثلا یه سری حرکت ها هستش که آدم میبینه خودش، ولی خب وقتی تو اخبار مینویسنش قلف شده مینویسنش. ما اومدیم ایران خبری نبود خداییش. مثلا ما تظاهرات 8 تیر رو داریم که هر سال انجام میدیم، ولی اینکه مردم در لحظه همش دم به دقیقه دارن همدیگه رو میخورن و همش جنگ و فلان و اینا، اینطوری نیستش. چون با چشمم دیدم دیگه، یعنی چیزی نبودش که من بگم که شنیدم، چون اینقدر قلف شده اخبارو به گوش آدم میرسونن که آدم میگه آه تو ایران جنگ، همدیگه رو دارن میخورن مردم از گشنگی. تازه این ماجرا مال سال 92-93 بودش، مال اون موقع بود، یعنی هنوز مثل الان گرونی و اینا نشده بودش که مثلا اینقدر گرون باشه که مردم نتونن از پس زندگیشون بر بیان. بعد ما یه تا آخرای 2018 تو ایران بودیم، 2017 تو ایران بودیم، اوایل 2018 برگشتیم. قبل از اینکه برگردیم توی اخبار نوشته بودش که توی اخبار تلگرامی نوشته بودش که توی سوئد هر 5 دقیقه یه بار به یک زن تجاوز میشه. یعنی نفس نمیتونی بکشی، 5 دقیقه یه بار دارن تجاوز میکنن. ولی خب من الان دارم میخندم، اون موقع مثل این بنده خداهای چه میدونم، میخواستم فوش بدم به خودم ولی ولش کن خوش زیاد خوشحالتون نکنم. خلاصه من اون موقع خیلی ساده لوحانه باورم شد، برگشتم به پیام گفتم پیام ما برنگردیم سوئد 5 دقیقه بار دارن تجاوز میکنن، یه بلای سرمون بیاد. اون موقع دخترم به دنیا آمده و گفتم یه دونه دخترم داریم و فلا اینا. پیام میدونه اینجوری چپ چپ به من نگاه کرد، یعنی تو ذهنش قشنگ آدم می‌بینید تو قیافش که داره به من یه چیزی میگه، تو دلش میگه آخه، یا دلش واسه خودش می‌سوزه که چه زن ساده گیرم اومده و فلان اینا. گفت عزیزم تو مگه از 2009 تا 2014 تو سوئد زندگی نکردی؟ گفتم چرا. گفت 5 دقیقه بار تجاوز می‌کردن. گفتم که نه خداییش من همچین چیزی ندیدم. گفت چی میگی؟ میگی الان برگردیم سوئد 5 دقیقه بار می‌خوان تجاوز کنن. گفتم آخه اخبار نوشته، من که نمیگم از خودم که اینها، بیا ببین اخبار نوشته تو سوئد 5 دقیقه بار دارن تجاوز میکنن. خدای من، گفتم شاید مثلا ما تو این 5 سالی که تو ایران بودیم یه اتفاقاتی فلو انفعالاتی اونجا انجام شده، مردم از سردی به گرمی رفتن، 5 دقیقه بار دارن تجاوز میکنن. خلاصه اون واقع کلی خندیدیم و از حرف من اول شوهرم چیز کرد یه خورده قرش گرفت، گفتش که چقدر آخه تو ساده ای، مگه در مورد ایران ننوشته بودن که اخبار سوئد نوشته بودش که تو ایران مردم از گشنگی دارن همدیگر رو میخورن. خب اینم الان اخبار ایران هم در مورد سوئد نوشته، این چرت و پرت نوشته دیگه. اخبارهای کشورهای دیگه که نمیان در مورد اون یکی کشور خوب بگن، همه میگن ما خوبیم بقیه اخیان. اینم یکی از همون نشونه هاش. بعد یادمه وقتی میخواستیم رسیدیم سوئد، میخواستیم از فرودگاه از هواپیما پیاده شیم، پیام گفتش که خودتو صفر بگیر اینجا، 5 دقیقه بار تجاوز نکنن. خیلی جالب بود. برای همون الان وقتی که اخبار میرسه که نمیدونم ایران به فلان کشور حمله کرده، فلان کشور گفته جواب میدم، فلان کشور میخواد حمله بکنه فلان اینا، یعنی تا با چشمتون ندیدین باور نکنین. اخبار چرت و پرت زیاده. من یه بازی میکردم اسمش خانوارز بود، خب توی اینترنت. بعد میگفتم که مثلا شوهرم صدا میکرد، میگفتم پیام یه دقیقه صبر کن، با ارتش هم حمله کردم به فلان شهر و اینا. بعد میگفتش که چه بازی جالبه، مثلا چه جوریه و اینا. میگفتم آره من الان 10,000 تا سرباز دارم، اون فقط 3,000 تا داره. بعد نگاه میکرد میدید که گفت ببینم سربازا چه شکلیه، مثلا ببینم گرافیکش چجوریه، بازی ایرانیه، چقدر جالب، بازی ایرانی درست کردن فلان اینا.
حالا بازیش چجوری بود؟ اونایی که نمیدونم تو دوره من بودن این بازی رو بازی کردن، نمیدونم یادشون هست یا نه، اصلا کسی هست که این بازی رو بازی کرده باشه یا نه. گفت ببینم بازیش چجوریه. بازیش اینجوری بودش که من ارتشم فقط روی نوشته نوشته بود 10,000 تا، مال اونم روی نوشته نوشته بود 3,000 تا، یعنی به طور مکتوب نوشته بود. سربازی نمیدیدی، فقط میگفتم که من با 10,000 تا سربازم حمله کردم به 3,000 تا سرباز اون یارو. یعنی بازیش اصلا تصوری بود. بعد گفتم وای سربازا مردن، مثلا یه جنگی رو شرکت کردن 10,000 تا سربازا مردن. گفتم 10,000 تا سربازا مردن، بعد پول بدم بخرم فلان کنم سرباز بسازم فلان. میگفت برای چی پول واقعی رو خرج کنی که بدی سرباز الکی بخری؟ بیا من برات تو کاغذ می نویسم 10,000 تا، بیا اصلا می نویسم 20,000 تا، تو 20,000 تا سرباز داری. خلاصه جنگ اینام اینجوریه الان، فعلا که نشونه هاش اینطوریه که جنگ اینام اینطوریه. اینم بود از خاطرات ساده لوحی من، امیدوارم که شما ساده لوح نباشین. اینم از بافتتون که همینطوری ادامهش میدین و استفادهش میکنین و لذتش رو میبرین. اگر میخواین این مثلا نقشه رو استفاده بکنین، میتونین تو کاغذ شطرنجی خودتون بکشین، میتونین هم توی پینترست دوباره همون مال بیدینگ لوم رو سرچ کنین که مثلا نقشه هاش بیاد و از اون نقشه ها استفاده کنین، چند رنگه باشه و قشنگ تر باشه و اینا، دیگه بستگی به خودتون داره. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین، امیدوارم که لذت برده باشین. تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ. یادم رفت بگم لایک و سابسکرایب کانال یوتیوبمون رو فراموش نکنین. مرسی.